ظاهراً بخش های زیاد از کشور هم اکنون در آتش نبرد قرار دارد. نبردی که گفته می شود بیشتر از سوی استخبارات کشورهای بیرونی طرح ریزی می گردد. چندیست هلمند هم جنگ های سخت را پشت سر می گذارند. جنگی که تاکنون صدها خانواده را از این ساحات بی جا گردانده است. با این حال اما اطمینان وزارت دفاع ملی این است که این ولایت را از وجود حراس افغانان پاک سازی می کنند. میگم که جنگ جنگ خانمان سوز است، جنگ بد است و این مسئولیتش به دوش دشمنای افغانستان، به دوش دشمنای مردم افغانستان است. قوی مسئله افغانستان کوشش میکنه هر قدر زودتر شوا تصفیه را اجرا کنه و هلمند از این مصیبت نجات بده. همزمان با این دیده می شود که ولایت های شمال کشور از جمله بغلان، بدخشان، قندوز و دیگر بخش های آن نیز شاهد چالش های امنیتی می باشد. در این ولایت ها نیز مخالفین مسلح دولت سخت می کشند تا به اهدافی که دارند برسند. اما آقای وزیری هشدار می دهد که هرگز نیروهای امنیتی با آنان چنین اجازه نخواهند داد. دشمن حمله کرده بود، باز با موشو تقریبا 3 شب بیشتر. پسته پلیس مقاومت نکرده بودن، جای خود اعلام کرده بودن، مگر دموشا و کماندو و قطعات ما در اونجا وارد شدن و دشمن تلفات دیدن. فعلا در قطعات ما در دانه غوریستان تصفیه جریان دارن یا دشمن نمیتانن که کدام خطر بزرگ را به ولایت بغلان به وجود بیارن. همزمان با این مقام ها در وزارت دفاع امریکا میگوین حافظ سعید خان فرمانده داعش در افغانستان و پاکستان تا یک حمله هوایی در ماه گذشته کشته شده است. موضوعی که آقای وزیری نیزان را تایید کرده میگوید این فرد خیلی وقت پیش ها در ولسوالی اچین ننگرهار کشته شده بود. وزارت دفاع افغانستان او را تایید کرده، تایید میکنیم و فکر میکنیم که بعد از او زندان خواهد شد. و تاثیرش هم ایست که رهبر، قماندان، لیدر تاثیر خود داره. وقتی که کشته میشه با زودی اینا نمیتونن خود جمع کنن و اختلافات زیاد هم وجود میاد. از سوی هم سخنگوی وزارت دفاع ملی از کمک های لازم برای بیجا شدگان که در اثر نبرد های کنونی در بخش های از کشور بی خانمان گشتند سخن زده، اطمینان میدهد که نیروهای امنیتی افغان توانایی آن را دارند که بتوانند به هر گونه تحرک دشمن پاسخ دندان شکن بدهند.